سلام، ظهر بخیر. من مرتضی کلهری، ششم آبان 1399 سه‌شنبه از استودیو بورسان با برنامه زنگ پایان همراه شما هستم. یک بازار منفی دیگر دیدیم، تقریبا از اوج شاخص فکر کنم بیشتر از 35% بازار ریخته و یک ریزش بی سابقه رو در این داخل بازار تجربه می‌کنیم. شاید نزدیکترین ریزشی که داشتیم مربوط میشه به مهر 97 که خب اونجا فکر کنم حدود هول و هوش 25% بازار ریخت، اما دیگه واقعا این ریزش یه جورایی کلافه کننده و اذیت کننده برای همه هست. با اینکه اکثریت کارشناسان بازار و مدیران سرمایه گذاری بازار قائل به این هستند که به هر حال از نظر بنیادی بازار به شدت وضعیت خوبی داره برای خرید و شرکت ها و عملکرد شرکت ها مناسب هست، اما خب تقاضای آنچنانی داخل بازار اذیت کننده است که خیلی هم نمیشه واقعا سهمی رو نقد کرد. این موردی هستش که خب خیلی اذیت میکنه. با اینکه من دلار صرافی ملی رو هم میدیدم تقریبا تو همون محدوده 27 28 هزار تومان هست که خب به نسبت اون عددی که ما داشتیم برای گزارش اجماع همچنان عدد بالایی هست و خب شرکت ها میتونن حتی با این نرخ هم گزارش های خوبی رو بدن. ما حالا امروز گزارش های کدال رو هم تا حدی سعی میکنیم بررسی کنیم و ببینیم که به هر حال از نظر گزارش های 6 ماهه که بررسی کردیم، گزارش های ماهانه هم که اومده گزارش های خوبی بوده و آنچنان نبوده که بگیم حتی بر ماه مهر و احتمالاً تو فصل پاییز ما باید توقع گزارش بعدی رو داشته باشیم. اما خب همونجوری که بازار توی صعودش یه هیجان رو می‌بینه و کاملاً بی‌منطقه و به صورت خیلی دست جمعی بازار رشد می‌کنه، این طرف هم توی نزولش می‌تونه همچین چیزی رو داشته باشه. نگاهی بندازیم به بازار و بعد هم بریم سراغ مهمانان محترم و با بقیه برنامه همراه باشیم. شاخص کل بورس 2.61% افت داشت و 1,301,740 واحدی شدیم. لب مرز 1,300,000 هستیم. مشخص نیستش که به حال تا کجا میخواد پایین بریم. آیا تا همین دو سه روز سه چهار روز منتهی به انتخابات اگر بخوایم پایین تر بریم فکر کنم دیگه زیر 1,200,000 هم بیایم که دیگه از اون 2,000,000 خورده ای واقعا عجیب هستش. تعداد نمادهای مثبت و منفی رو میبینیم که واقعا به نسبت شاید روزهایی که خیلی بازار و به صورت دست جمعی میرفت والا، الان یه جورایی دیگه اشک همه رو داره در میاره و خیلی بد هستش. بیشترین تأثیر بر شاخص رو میشه بگی پاکشو، کاوه، رامفور، قزر و خاور بانک خاورمیانه در واقع داشتن. کاوه که خب میگم حالا ما آگهیشو میخونیم، طرحهای توسعه خیلی خوب، گزارشهای خیلی خوب، گزارشهای 6 ماهه خیلی خوب، اما خب بازم آنچنان میفروشنش که یه جورایی همه میخوان انگار از بازار فرار کنن. فولاد و فامیلی و تاپیکو و شپنا و امید هم بیشترین تأثیر منفی رو داشتن با شاخص، که خب همون سهمای بزرگی که خیلی خوب هم اومده بودن بالا الان دارن یه جورایی انگار همه بازدهی که داشتن رو جبران میکنن. دارایکم، خودرو، فولاد و فامیلی، اعتماد و به ملت و ابصادر هم بیشترین ارزش معاملات رو داشتن. ارزش معاملات هم تقریبا من داشتم صفحه اول می‌دیدم تو محدوده 7000 میلیارد تومان هست که احتمالاً ارزش معاملات خرد بیاد رو محدوده 4-5000 میلیارد تومان که عدد بدی هست. یه نگاهی هم بندازیم به جو صنایع ببینیم که جو صنایع چه اتفاقی افتاده. عددی که داره برای ما نشون میده این صفحه رهاوردمون یه چیزی نزدیک 1200 میلیارد تومان خروج پول رو داریم. فکر کنم تا الان بعد از اون 120,000 میلیارد تومانی که وارد بازار شده بودش میشه بگی نزدیک 45,000 میلیارد تومان حدودی خارج شده از بازار که خب عدد واقعا سنگینی هست. فلزات 425 میلیارد تومان فکر کنم بیشترین خروج رو داشتیم توشون. بانک‌ها 427، خودرویی که یکی دو بار هم اومد تو نواحی مثبت و داشت تو نواحی مثبت هم معامله میشد، اما خب به قدری دادنش که دیگه به هر حال نواحی منفی هم رفت. خودرو 24 میلیارد تومان، شیمیایی‌ها 146، چند رشته‌ای‌ها که همون شرکت‌های بزرگ 33. تازه اتفاقا یه نکته‌ای که من نگاه می‌کردم یک سری از سهام‌های بازار امروز بسته بودن و خب مثل فارس و شستا و یا حتی تجارت و البته دو تا دیگه هلدینگ بسته بودن. اگر اینها باز بودن که خب مشخص نبود واقعا چه اتفاقی میافتاد، احتمالا خب ما عددهای مثلا پایینتر یا زیر 1,300,000 رو در واقع برای شاخص داشتیم. سریع بریم صحبت کنیم با مهمان محترم و ببینیم که واقعا نظر ایشون در مورد این روز بازار چی هست. میخوام صحبت کنم با آقای سارمن نیکولایان، مدیر پورتفولیو و تحلیلگر گروه مالی آگا، و نظر ایشون رو بپرسیم در مورد بازار. سلام آقای نیکولایان، ظهر شما بخیر، ممنون از اینکه با ما هستید. بازار امروز رو شما چطور دیدید؟ با اینکه خب شاید اول بازار مثبت بود و ما دیدیم که یه مقدار تقاضای بهتری تو بازار بود، نقشه رهاورد به ما نقاط سبز رنگتری رو نشون میداد، اما خب به ناگهان توی تقریبا نیم ساعت از بازار گذشته بود دیدیم که خب به یک بار همه بازار دوباره رفت به سمت قرمزی. ما با شما هستیم و نظرات شما. سلام، وقتتون بخیر. خب بازار تو محدوده که تو این چند وقته اتفاقاتی که افتاده، حالا
منفی های این بازار سفروش های سنگین، این عدم نقشوندگی که تو بازار باهاش مواجه هستیم و این ترسی که تو بازار هست تو این مدت، متاسفانه باعث شده که یه پیش واکنشی ما داشته باشیم تو سرمایه‌گذاری هامون و ما تقریبا میبینیم که الان پی بی تی تی ام حالا گزارشته نگره که نگاه میکنیم رسته به 16 الی 17 واحد که از سقفش ریزش قابل توجهی داشته، تقریبا پی بی تی تی ام مون رسیده به اردیبهشت ماه که اون موقع دلار 17500 تومان بود و الان دلارمون نزدیک 28500 29000 تومان داره معامله میشه و این ترسی که وجود داره و اینکه همه چی الان موکول کردن به انتخابات آمریکا و اینکه نتیجه انتخابات آمریکا چی میشه، چه اتفاقی میفته، باعث ریزش این چند مدته بوده. حالا بحث‌های داخلی هم بوده، اتفاقاتی که برای نرخ‌گذاری دستوری بوده که حالا خدا رو شکر تکذیب شد، تصحیح شد و ولی متاسفانه بازار هنوز واکنش نشون نمیده و اون اعتمادی که تو بازار بوده از بین رفته و هنوز برنگشته. این بازار این اعتماده باید حتما برگرده، این نقدشوندگی بازار باید، سرمایه‌گذاری که میاد سهم میخره باید مطمئن باشه که این نقد سهمی که میخره میتونه بفروشه، این خیلی مهمه. حالا تصمیمایی که برای ما تو بازار ببینیمش، احساس کنیم و برای یه روز دو روز نباشه، این چیزی باشه که پایدار باشه، ما بتونیم برای روش حساب کنیم. ما انتظاراتمون، شما صحبت کردی درباره گزارشات، هم گزارش 6 ماه هم گزارش مهر ماه، خب گزارشات خیلی خوبی بوده ولی متاسفانه بازار بهش واکنش نشون نداده. لات اون دلیل ترس است، اون دلیلی که حالا فکر میکنن که بعد از انتخابات آمریکا چه اتفاقی برای سیاست خارجی ایران میفته، چه اتفاقاتی در حوزه ارز برای ایران میفته و ترجیح دادن سرمایه‌گذارا فعلا تو این محدوده با این گزارشات خیلی خوبی که شرکت ها منتشر کردن، قیمت های الان به جایی رسیدی که قیمت های خیلی خوب و مناسبیه. حالا همه چی برمیگرده به متغیر اصلیمون دلار، حالا چه دیدی نسبت به دلار در ماه های آینده داشته باشیم. حقیقتش خودم نظرم اینه که دلار در ماه های آینده در همین محدوده های فعلی باشه، یعنی فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا شما اینو میبینید؟ چون میخواستم سوال بعدی من باشه که آیا واقعا اون چنان که داریم بهش ارزش میدیم و وزن میدیم انتخابات، ببخشید، آن چنان که داریم وزن میدیم انتخابات آمریکا اثرگذار هست یا اینکه بازار داره حتی به انتخابات آمریکا هم در واقع وزن اضافی میده توی معاملات و توی تحلیل هاش؟ اثرگذار نیست در کوتاه مدت. حالا تا ما ترامپ باشه یا بایدن، تو کوتاه مدت تو سیاست کلی ایران و ارتباطش با دنیا تو کوتاه مدت من به نظر من تأثیر خاصی نداره و گشایش خاصی امکان وقوعش نیست یا اگر باشه خیلی کمه، ولی خب یه بیش واکنشی هست. حالا احساس میکنن که با انتخاب بایدن یه اتفاقاتی بیفته که دلار بیاد زیر 20 تومن، من اینو کتمان نمی کنم، شاید این اتفاق بیفته، ولی اصل چیزی که هست موندگاری و پایداری نرخ دلاره و به نظر من با توجه به عرضه و تقاضای دلار تو بازار و تو داخل مملکت، این نرخ دلار 18 تومانی یا 19 تومانی و پایین‌ترش امکان پایداریشو من خیلی کم می‌بینم و به نظر من اگه تون قیمت هم بره سریعا یه برگشتی داره به قیمت های بالاتر، بالاتر از 24 تومن، چون یه تقاضایی داریم که تقاضایی برای دلار مثلا تو محدوده 30000 تومن وجود نداشت
مثلا تقاضای دلار برای مسافرت، حالا درست بحث کرونا وجود داره، ولی با فرض اینکه بهبود ذره وضعیت کرونا تو مملکت یه تقاضایی است که تو امکان وجود داره، یا اینکه کسایی که سرمایه‌ای که دارن باید با دلار 18 هزار تومانی تصمیم بگیرن اون سرمایه رو از مملکت خارج کنن. یه تقاضایی است که به نظر من تو دلار 18 هزار تومانی 19 هزار تومانی به وجود میاد و باعث میشه بخش تقاضا تقویت بشه و باعث افزایش نرخ دلار بشه. خب حالا سوال اصلی اینه، شما فاکتورهایی که بخواد بازار سرمایه رو در واقع این ریزش رو توجیه کنه رو تقریبا رد میکنین، یعنی از نظر بنیادی میفرمایید که خب به هر حال سهم‌ها جای مناسبی هستن، نرخ دلار هم به عنوان موضوعی که همیشه پیشران بازار سرمایه بوده و بهش جواب داده، اون رو هم حتی فارغ از انتخابات آمریکا آنچنان ریزشی نمیبینید و در همین حوالی میبینید. حالا بماند که الان در تقریبا نواحی 26 هزار تومان هست، به نسبت خود اجماعی هم که داشتیم ما تقریبا 10% بالاتر هستیم. اما خب چی شد که واقعا به اینجا رسید؟ یه آتش وحشتناکی ما توی مرداد ما اگر خاطرتون باشه داشتیم روی حتی شاخص 2 میلیون و ما یادم هفته‌ای شاید 10-15% بازار مثبت می‌خورد. چی شد که الان حتی توی شاخص 1.3 میلیون هم یه جورایی دارن همه از سهام فرار میکنن؟ کجای کارو با هم اشتباه رفتیم؟ خب بخشی از مردم یه سودای خوبی داشتن و ترجیح دادن که سوداشون رو شناسایی کنن. حالا یه هیجانی که بازار بود متاسفانه تو بالا رفتن همش صف خرید مثبت 5 و تو پایین اومدن هم -5، یعنی اون حالت تعادل بازار رو ما هیچ وقت تو این چند مدت متاسفانه نداشتیم. یه عدم اطمینانی از نسبت به تصمیم گیران مملکت بود، چون همیشه یه اخباری جدید می اومد کف بازار رو تعیین می‌کردن 1.6 میلیون تومان، ولی اون اعتماد وجود نداره نسبت به تصمیم گیران بازار سرمایه که بگن خب این تصمیم گرفته شده اجرا میشه و باعث واکنش مثبت تو بازار میشه. متاسفانه این اعتماد از بین رفته. یه ترسی وجود داره که من الان نفروشم سهام هیجانی تو بازار الان وجود داره که متاسفانه باعث شده تا تو شاخص 1.3 میلیون برسیم. حالا متغیر اصلیمون تو این مدت نه نرخ‌های جهانیمون نه نرخ دلارمون، حالا برای شرکت‌هایی که میگم حالا سودده هستند، شرکت‌هایی که حالا کامودیتی پتروشیمیا، فلزیا، سنگ آهنیا، شرکت هایی هستن که هم سودای خیلی خوبی ساختن هم گزارشات ماهانه خیلی خوبی داشتن، مبلغ فروشی ثبت کردن که تقریبا سقف تاریخیشون بوده، ولی من جز هیجان، جز ترس، جز عدم اطمینان. خب علت ترس رو چی می‌بینید شما؟ علت ترس واقعا چی هستش؟ به نظر من دلیل اصلیش یه عدم اطمینان درباره تثبیت نرخ دلار تو این محدوده است. یعنی دلار رو فکر میکنن که با یه فعل و انفعالاتی که در انتخابات آمریکا اتفاق میفته تاثیر خیلی بسزایی روی نرخ ارز داخل کشور بذاره و باعث بشه یه گشایشی ایجاد بشه، ولی من الان در کوتاه مدت من خودم این رو نمیبینم تو بازار که ارز بتونه نرخ‌های پایین‌تری رو به صورت پایدار ببینه. در مورد خب هیجان حالا صحبت کردیم، من سوال بعدیم این هستش که ما روی شاخص 2 میلیون و دلارهای پایین، یعنی نرخ دلار پایین‌تر خب تقاضا داشتیم، آیا میشه بگی واقعا اون عددها که حباب بود و افراد تقاضا داشتن حباب‌هایی رو می‌خریدن؟ و اگر خب اون حباب بود الان پس چی هست؟ تو اون نرخات حالا بعضی از شرکت‌های کمتری بودن، اینطوری میتونم بگم که تو شاخص 2 میلیون واحد شرکت‌های کمتری بودن که به قیمت بودن، یعنی با توجه به حالا مفروضاتی که میذاشتیم با توجه به نرخ دلار انتظاری
شرکت های کمتری بودن که تو اون محموده، حالا تو یا به قیمت بودن یا حالا یه ذره از قیمتشون گرونتر بودن. ولی تو این الان قیمت های در حال حاضر واقعا قیمت های با دلار 24000 تومانی، الان مهر ماه دلار پتروشیمیمون میانگین 24000 تومان بوده. به نظر من خیلی از شرکت های کامودیت بیس واقعا الان میتونن برای خرید گزینه مناسبی باشه. خب ما تو شاخص 2 میلیون واحد واقعا بعضی شرکت هایی داشتیم که واقعا نسبت به قیمتشون با سودشون سازگاری نداشت. خب گفته میشه که یعنی این موضوع هستش که به هر حال سیاست گذار و مسئولین یه مقداری با حرف ها یا سیاست های نابجای خودشون این ریسکی که شما میفرمایید رو شاید متوجه بازار کردن. شما اگر الان واقعا جای این افراد بودید یا حتی میخواستید توصیه‌ای بکنید به این افراد، واقعا چه توصیه‌ای میکردید برای اینکه بازار از این هیجان منفی که میفرمایید بخواد خارج بشه؟ این به نظر من اولین این مهمترین نیاز الان بازار سرمایه ما نقدشوندگیه که بتونه کسی که میخواد وارد بازار بشه بتونه روی این حساب کنه که سهمش قفل نمیشه. قیمت های حالا متعادل بتونه بفروشه. یعنی این نقش بازارگردان رو تو بازار سرمایه ما نشون میده که اگر این تصمیم خیلی خوبی بوده و همه شرکت ها، بعضی شرکت ها بازارگردانشون رو معرفی کردن، همه شرکت ها بازارگردان داشته باشن و این بازارگردانه به درستی بتونه مدیریت کنه و توی یه رنج قیمتی نقدشوندگی رو یه جوری تضمین کنه، به نظرم یکی از بهترین تصمیمات حال حاضر بازار خواهد بود. یعنی همون الزامی که برای بازارگردان داشتن در واقع سهام بله شرکت ها بله. رو شما خیلی موثر میدونید. و در مورد دامنه نوسان چطور؟ خیلی هم میگن که فردا 5 داشتیم باعث میشد که این قضیه حل بشه، موضوع نقدشوندگی که فرمودید، یا اینکه نه اتفاقا هیجان رو بدتر میکرد؟ ببینید ما باید قبول کنیم که این بازاری که ما الان داریم تو سال 97 یه بازاریه که نسبت به قبل خیلی بزرگ شده تر شده و سهامداران جدیدی وارد بازار شدن و به نظر من الان حذف دامن نوسان در حال حاضر شاید کار منطقی نباشه، چون هیجانات هنوز تکرانه و زیاد به شاید تعدادی زیاد آشنایتی ندارن حالا با قوانین بازار سرمایه، با اتفاقاتی که دو بازار میفته. ولی زمانی که این بازارگردان ها بتونن وارد بازار بشن و به یه بلوغی برسن که بشه روشون حساب کرد و ببین آدم عملیاتی احساس کنه که بتونن میتونن مدیریت کنن، حتی این تصمیمی هم که حذف دامن نوسان میتونه تصمیم مناسبی باشه. ما تورم مهر ماه رو داشتیم و خب عدد 7% ثبت شد، یه عدد واقعا بالا، تقریبا بی سابقه هم بودش این عدد. اما خب از این طرف صحبت های مبنی بر افزایش نرخ بهره هست، با اینکه ریاست محترم بانک مرکزی هم این موضوع رو رد کردن و گفتن که خب داریم از راه های دیگه اقدام میکنیم تورم رو کنترل کنیم. شما به عنوان یه مدیر پورتفو و کسی که خب به هر حال پول هایی دارید که باهاش این پول ها رو داخل بازار سرمایه گذاری میکنید، اولی که نظرتون در مورد بالا رفتن نرخ بهره چی هست؟ آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه؟ بعد هم واقعا چه نرخ بهره ای هستش که شما رو دیگه واقعا الزام میکنه به اینکه به هر حال بخشی از اون پولتون رو بیارید توی ابزارهای درآمد ثابت، حالا چه سپرده چه صندوق ها؟ خب چیزی که باید معیار تصمیم گیری ما باشه نرخ بهره حقیقیه که به نظر من با این نرخ تورمی که ما داریم، حالا ماهیانه آخرین طبق فرمی شما 7% که نرخ خیلی بالایی بوده، تقریبا تیر ماه 6% بوده اگر اشتباه نکنم، بعد الان رسیدیم به مهر ماه، الان 2 ماه وسط هم تقریبا 3%.
نرخ تورم خیلی بالاییه و اگه بخوایم نرخ بهره رو تقریبی مثبتش کنیم، باید نرخ خیلی بهره خیلی بالایی رو در نظر بگیریم که برای سیستم بانکداریمون، برای حتی کل کشور به نظر من اصلا نرخ‌های بالا توجیه پذیر نیست. خب با این شرایط اقتصادی کشور، کسی که بخواد نرخ بهره مثلا 30% بخواد از وام 30% از بانک بخواد بگیره، با این شرایط اقتصادی خیلی سخته که بتونه توی فعالیت عملکرد کاری خودش سود بالاتر از مثلا بیان حالا 26% 25% به سرمایه گذار بهره بدن. من به نظر من این نرخ بهره همونجور که ریاست بانک مرکزی گفتن احتمالش رو کم میبینم که این اتفاق بیفته و به نظر من بخش دوم سوالم، اگر بشه نرخ بهره روی چه عددی بیاد، شما حالا همون بخشی از اون سرمایه که در حال مثلا مدیریت هستید رو وارد ابزارهای درآمد ثابت میکنید؟ یعنی چه در واقع نرخ بهره ای هستش که شما رو مجاب میکنه به اینکه به هر حال ریسک، یعنی اون ریسک به ریوارد بازار دیگه براتون جذابیت نداره؟ من خودم به شخص نرخ بهره ای که بیاد نزدیک حالا 30% که اون نرخ بهره حقیقی رو داد کم کنه، به نظر من 30% شاید من احساس ذره ترس کنم، یعنی تقریبا 10% بالاتر از اینجا. ولی خب میگم چیز، خب با توجه به تورم کشور دارم میگم که تورمی که حالا ما چشم انداز نزدیک فکر کنم 40% رو بتونیم داشته باشیم، این نرخ بهره حالا بازم 30% هم حتی ما نرخ بهره حقیقمون منفی میشه. آیا به جز همین نرخ بهره‌ای که فرمودید حالا بیاد نزدیک 30% و شما اقدام میکنید به ورود به ابزارهای درآمد ثابت، آیا ریسک یا ترس دیگه داخل بازار سرمایه دارید که بخواید خب اتفاقاتی که میفته، خب نرخ‌های جهانی میتونه باشه، حالا ما انتظاراتمون از نرخ‌های جهانی تقریبا مثبت و نرخ دلار، حالا تحریم ها هم که هست، ما تو این چند دو سالی که حالا تحریم ها رو میدونیم از لحاظ مقدار فروشی شرکت ها خیلی خوب عمل کردن، حالا پتروشیمی نوری که مثلا تاثیر گذاریش از روی تحریم زیاد بود، موجودی 800 هزار تونی برش سنگین رو داشت، حتی دیدیم توی داره عمل کرد خیلی مناسبی داشته و تونسته حتی موجودی هم بفروشه. پس از لحاظ مقدار فروشی ترسی تو بازار من نمیبینم. از لحاظ نرخ‌های جهانی حالا در آینده به نظرم حداقل کوتاه مدت بیزن نرخ گاز شاید ترسناک باشه، نرخ گازی که الان رسیده به نزدیک 10 سنت به متر مکعب، حالا تو گزارشات شرکت ها تو فصل 6 ماه اول که دیدیم نزدیک حالا 5 سنت بوده، این باعث میشه که تو نیمه دوم حالا نرخ گاز شرکت ها برای پتروشیمی عرض میکنم که گاز طبیعی به عنوان خوراک اصلیشونه با نرخ‌های بالاتری مجبور باشن اقدام به خرید بکنن و این شاید باعث بشه که تاشه سودشون در نیمه دوم کاهشی باشه. و متغیر اصلیمون به نظر من هنوز همون دلاره که اون رو هم در همین حوالی میبینید، باید یه پایداری به نظرم برسیم توی محدوده‌ای که نوسانات کمتر بشه و بله به نظر من محدوده دلار رو در همین نحو می‌بینم. من خستتون نمی‌کنم، به عنوان سوال آخر می‌پرسم که آیا واقعا روی این شاخص 1,300,000 و این وضعیتی که داریم، یعنی همین مشکلات نقدشوندگی یا حتی سیاست‌گذاری‌های غلط یا حتی اون تصمیمات دستوری که میاد گاه هم برای صنایع مختلف، آیا همچنان توصیه میکنید که کسی اگر پول مازادی داره بیاره داخل بازار سرمایه؟ و بخش دومش این که روی کدوم صنایع مثبت هستید و فکر میکنید که شاید تو افق یک ساله واقعا بازدهی بیشتر از سایر بازارها بده؟ و
بله، من همچنان گزینه اول سرمایه گذاری و حالا بازار سرمایه میبینم. به نظر من حالا تو میان مدت بتونم بازدهی مناسبی کسب کنم. یعنی خریدار بودید این روزا شما؟ این اگر پول داشتید این روزا خرید بله، میکردید؟ سعی کردم به صورت پیلهی بله، سرمایه که حالا عملکرد مناسبی داشتن، چه در گزارش 6 ماهشون چه در گزارش مهر ماه، البته گزارش مهر ماه همگی شرکت ها منتشر نشده، سعی کردم شرکت هایی که عملکرد مناسبی داشتن و در آینده هم به نظر من از برآورده سود خوبی ازشون انتظار داریم. پتروشیمی ها به نظر من اوریا کماکان مناسبن، پلیمیرولفینیا حالا با این نرخ های پلیتینین سنگین این تقریبا 900-950 دلاری تا حالا سواکش بالای 1000 دلار تقریبا توی مدت تثبیت شده، و از اون ور اتانی که در محدوده کف قیمتی 220 دلاریه، به نظرم سودای خوبی رو تو فصل پاییز و زمستان میتونن داشته باشن. همون تابستون هم میتونن یه پتانسیال سود شناسایی از تاثیر ارز دارن که آخر تابستون رو تقریبا شرکت هایی که دارایی ارزی خوبی داشتن با 21600 تومان تقریبا دارایی ارزشون رو تاثیر کردن، و به نظر من این اتفاق تو فصل بعدی رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که برای پتروشیمی ها و شرکت هایی که تاثیر ارز خالص دارایی ارزی مناسبی داشتن اتفاق دوباره تکرار بشه. همچنین من روی فلزات مثبت هم رو سنگ آهنی ها، حالا بخشی از پورتفولیوم حالا سعی میکنم که برای شرکت هایی باشه که کمتر از دلار تاثیر میگیرن مثل دارویی ها و بانک. ممنون، مرسی از اینکه با ما بودید و اطلاعاتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خیلی ممنون از شما، مرسی، موفق باشید. خب گفتگو کردم با آقای سالمن نیکولایان، مدیر پورتفول و تحلیلگر گروه مالی آگاه، و نظرات ایشون رو شنیدیم. همونجوری که دیدیم ایشون هم اعتقاد داشتن که این روزهای بازار، حالا جدا از اون هیجان و بیش واکنشی که داره رخ میده، از نظر بنیادی جای مناسبی هست، و البته که خب شاید صرفا موضوع مثلا نرخ بهره رو که ذکر کردن شاید نزدیک های 30% چیزی که واقعا یه مقداری فکر می‌کنم بعید باشه. به هر حال از نرخ بهره تقریبا 18-19-20 بخوایم به نرخ بهره 30% رجوع کنیم، ایشون باعث میشد که حالا ترسی داشته باشن. نگاهی بندازیم به کدالمون ببینیم که به هر حال گزارش‌های ماهانه‌مون چطور بوده. گزارش ماهانه هم در واقع اتفاقاتی مثبتی مثل گزارش‌های 6 ماهه بوده یا نه، و اینکه آیا از نظر بنیادی شرکت‌ها خب عملکرد خوبی داشتن. شاملو همونجوری که میدونید سولفات سدیم میزنه، و خب سولفات سدیم پایه مواد شوینده هستش، مثل پودر ماشین لباس شویی. بعد از اینکه حالا ماشین پودر در واقع مواد شوینده اومدن و افزایش نرخ تقریبا 30-40% گرفتن، احتمال یعنی طبیعی و پیش بینی هم میشد که شاملو هم بره چونه زنی بکنه و افزایش نرخشو بگیره. شاملو یه طرح توسعه هم داره که فکر کنم انتهای 1400 تقریبا میرسه. اما کاوه که تو فلزی ها خب خیلی هم واقعا اون فاز دوش اومده خوب کار کرده، و اتفاقا فروش و سود تابستونش هم خیلی خوب بوده، افزایش سرمایه 100%ش رو آورده روی کدال، از مطالبات آورده و از انباشته، میخواد اون فاز دویی که داره رو تکمیل کنه، تموم کنه و سرمایه در گردش خودش رو تامین کنه بابت حالا موادی که میخواد برای فاز دو بخره. کاوه فکر کنم جزو اون شرکت هایی باشه که ما باید ماه به ماه با توجه به اینکه خب دلار آروم آروم اومده بالا، گزارشات ماهانه بهتری ازش ببینیم، هم از حیث نرخ دلار هم از حیث مقدار فروشش که داره عملکرد بهتری میزنه. آریا هم نزدیک 1600 میلیارد تومان داخل مهر ماه فروخته که میشه بگیم نسبت به میانگین ماهانه 6 ماهه اولش که گزارش داد 60% بالاتر هستش، عدد خیلی خوبی هستش. آریا هم که اون هم افزایش سرمایه داره، گزارش شاید تقریبا میشه بگیم متوسطی بود که بازار داد. فولاد مبارکه بود، البته 6 ماهش متوسط بود، اما ماهانش 6700 میلیارد تومانش عدد خیلی خوبی بود، 50% بالاتر از میانگین سالانش بود. با اینکه الان ما داخل بورس کالا ورق گرم و تقریبا تو محدوده 12-12.5 میلیون تومان داریم معامله میکنیم، خب همونجوری که میدونید در واقع فروش های فولاد مبارکه داخل بورس کالا 2 ماهه و سلف هست، احتمالا ما ماهای بعد عددهای بالاتری رو داخل گزارشات ماهانش ببینیم. الان تقریبا در محدوده
9.5 بود و البته فخوزی که اون هم یه گزارش خیلی فوق‌العاده داد و میشه بگی تقریبا دو برابر میانگین ماهانش فروخته بود، 3800 میلیارد تومان، یه مقداری هم البته از طبق موجودی فروخته بود و مادیرا که آخرین گزارشمون هست هم تونسته اون عملکرد خیلی خوبش داخل فصل تابستون رو دوباره تکرار کنه و این من به صورت رندوم انتخاب کردن. میشه بگی که شرکت ها توی مهر ماه هم میشه توقع داشت که گزارشات خوبی بدن، همونجوری که کارشناسان محترم فرمودن احتمال داره که ما فصل پاییز هم دوباره سود تسعیر داشته باشیم داخل شرکت های صادراتی. و از نظر بنیادی من نگاه میکردم بر اساس آخرین اجماع حتی یه سری شرکت ها پی بی آی فورواردشون اومده حوالی زیر 8، مثلا 7.6 یا حتی 6 که خب با این نرخ دلار به نسبت حالا اعدادی که قبلا داشتن معامله میشدن واقعا عجیب هستش. اما انتخابات آمریکا گفته میشه یکی از دلایل منفی بودن این روزهای بازار در انتخابات آمریکا هست که خب افراد نمیخوان واقعا ریسک این انتخابات رو بردارن یا حتی پیش بینی میکنن که با انتخاب مثلا بایدن میتونه نرخ دلار بیاد حتی زیر 20 تومان و خب به هر حال بازارها بابت اون قضیه تلاطم داره. این قضیه مستثنا از بازارهای دیگه هم نیست و ما داخل بازارهای خود آمریکا هم به هر حال انتخابات موضوعی هستش که با توجه به سیاستهای مختلف دولت‌ها اثرگذار هست. بریم یه ویدیو ببینیم در مورد این موضوع و بعد هم برگردیم ادامه امروز. حدس میزنم در اینجا سه نتیجه بالقوه وجود داره. آیا یه پیروزی تمیز برای بایدن رو خواهیم داشت یا یه جنجال حسابی و طولانی در پیش داریم؟ با این همه بازارا چگونه برای این موقعیت موزه گیری میکنن؟ من فکر میکنم که بازارهای مالی اساسا در حال شمارش معکوس تا ماه نوامبر هستن، اما تمایل من به سمت سناریوی سومی که در روزهای ابتدایی آشفتگی وجود خواهد داشت که دلیلش گستردگی استفاده از پست در انتخابات خواهد بود. من فکر میکنم ممکنه چند روز یا حتی چند هفته طول بکشه تا واقعا نتیجه نهایی مشخص بشه و بازارها نسبت به اون عدم اطمینان واکنش نشون خواهد. اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده کردیم. عمدتاً به این احتمال که محرک‌های مالی نگرانی‌های بیشتری در مورد ارزه ایجاد خواهند کرد. اما من فکر می‌کنم اگر در ماه نوامبر به بعد به دلیل مشخص نبودن نتیجه انتخابات با خطری مواجه بشیم و حتی فرض کنیم که کمی ناآرامی وجود داشته باشه، در واقع در اون موقع شرایط برای پناه گرفتن در دارایی‌های کم ریسک مهیا خواهد بود. از این رو من هنوز متقاعد نشدم که این شکست در سهام 10 ساله خزانه‌داری پایداره و ما به زودی شاهد آزمایش مجدد دستگیری 1% به این زودی ها خواهیم بود. شما در مورد بسیع محرک اقتصادی هم به خطر دیگه اشاره کردید. اونجا چه اتفاقی میفته؟ منظور من اینه که قضیه بیشتر و بیشتر شبیه یه فوتبال سیاسیه و بعد از اون احتمال کشف واکسن در سال 2021 وجود داره. اما همونطور که میدونید حتی در تهیه یک واکسن مفیدم این ریسکا انتخابات آمریکا رو تحت شعاع قرار دادن. من فکر می‌کنم در حال حاضر تمرکز زیادی بر انتخابات ایالات متحده وجود داره، اما فکر می‌کنم با اعلام محرک‌های مالی ایالات متحده و پس از انتخابات واکنش ناخواسته و طبیعی بازار به سرعت خواهد گذشت. من فکر می‌کنم فعالان بازار در اون مقطع ممکنه تمرکز خودشون رو روی تیم برنده قرار بدن و دوباره مسابقه با زمان برای به دست آوردن واکسن شروع بشه. ما اخیراً مشاهده کردیم که در تعداد زیادی از نقاط جهان و همچنین در ایالات متحده و مناطقی از اروپا افزایش تعداد مبتلایان مشاهده شده که منجر به تعطیلی‌های مجدد شده. بنابراین من فکر می‌کنم که دیدگاه اصلی ما در این مقطع اینه که در سه‌ماهه سوم کند شدن بهبودی رو داشته باشیم. در واقع ممکنه در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی شاهد ریب زدن در حرکت رو به رشد اقتصادی باشیم و بسیاری از این ضعف‌ها احتمالاً در بخش خدمات خواهد بود. فکر می‌کنم هنوز برای دیدن اثر مثبت بهبودی شرایط در سال 2021 در قیمت‌های دارایی تا حال حاضر زود تا زمانی که برخی از مشکلات کوتاه مدت رو به خوبی از بین ببریم. به هر حال ذات انتخابات یک تلاطم هست و باعث میشه که خب دولت‌ها برنامه‌های مختلف داشته باشن، گروه‌های متفاوت هم متناسب با برنامه‌های دولتی که میتونه منافعشون رو تامین کنه و تصمیم گیری میکنن. یه مقداری بازارهای مالی طبیعی هست که نزدیک انتخابات و با توجه به سیاست‌هایی که حالا در نظر دارن واکنش‌های متفاوتی نشون بده. همونجوری که حالا کارشناس هم گفتن احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا هم یه چند مدتی زمان میبره تا بازارها اون روند خودشون رو داشته باشن. البته که نکته‌ای که ذکر کردن نباید فراموش کنیم، به هر حال همچنان کرونا هست
موج بعدی کرونا هم تو راهه و حتی یک سری از محدودیت‌ها هم توی کشورهای مختلف چه آمریکا چه حتی ناحیه اروپا داره صحبت زمزمه‌هایی میشه که به هر حال انجام بشه. احتمالاً بعد انتخابات دیگه همون حواشیش میره و اونی که میمونه اینه که به هر حال با کرونا چه کار باید بکنیم. نگاهی بندازیم به گزارش هفتگی گروه خدمات بازار سرمایه کیان و ببینیم که داخل این هفته چه مطالبی رو پوشش دادیم. ما داخل گزارش هفتگی گروه خدمات بازار سرمایه کیان، خب همیشه اولین اسلایدمون مربوط میشه به گزارش ما در مورد نرخ دلار بر اساس دارایی‌های مختلف. توی هفته‌ای که گذشت و منتهی بود به 1 آبان یعنی پنجشنبه گذشته، تقریبا میشه بگی اکثر دارایی‌های مختلف قیمت‌های دلاریشون اصلاح کرد. سکه‌ای که با دلار 36 تومان داشت قیمت می‌خورد تقریبا تو نواحی 33 هزار تومان اومد، طلای آب شده و حتی دلار صرافی ملی هم تا حدی خودش رو اصلاح کرد. اما رسیدن بازدهی تا سررسید یا همون نرخی اوراقمون به بالای 19% اتفاق جالبی بود که هفته پیش افتاد. تقریبا میشد بگید 2 ماهی بود که زیر 19% بود اوراق و داشت معامله میشد، اما خب دیگه با این زمزمه هایی که اومد برای افزایش نرخ اون هم یه واکنشی داد، اومد بالاتر و رسید به بالای 19%. اما خب این موضوع مطرح میشه که به هر حال اگر بخواد نرخ بره بالاتر، این نرخ اوراق هم باید بالاتر بره. و البته افزایش 2 برابری سهم بانک ها از بازار بدهی با توجه به اون مصوبه که اومد بعد 3% سپرده هاشون رو بیارن و خب اوراق وثیقه کنن، این قضیه باعث شد که بانک ها یه مقدار بیشتر درگیر بازار بدهی و اوراق بشن. نزدیک 6660 میلیارد تومان میانگین ارزش معاملات هفته بود که گذروندیم و خب این یه 50% افت رو داشتیم نسبت به هفته قبل ترش. اتفاق خیلی بد این که تقریبا توی هفته های اول دوم مرداد ماه داشتیم و نزدیک 9000 میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه فقط داخل ماه مهر. ما تو هفته گذشته هم که 3280 فکر کنم این هفته هم اگر حالا یکی دو روز فردا هم داشته باشیم نزدیک 4-5000 میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه. کامودیتی ها و شاخص کیان رو می‌بینیم. شاخص کالایی کیان بعد از اون افت وحشتناکش توی کرونا کامل تقریبا خودش رو بازیابی کرده، رسیده به سطوح خیلی خوبی و قیمت‌هایی که کامودیتی‌ها دارن اتفاقا قیمت‌هایی که قیمت‌های مناسبی هست. اگه بتونه خودش رو اینجا پایدار کنه اتفاق مثبتی برای شرکت‌ها هست. با آخرین اعداد اجماعمون و اجماعی که ما داخل خرداد ماه 24 خرداد ماه گرفتیم، اون موقع دلار خیلی عددهای پایین‌تری بود، تقریبا نسبت قیمت به درآمد بازار یا پی بی فوروارد بازار تو محدوده 11 هستش که خب عدد خیلی پایین‌تری هست. اگر با دلار الان که حتی از دلار 1400 هم بالاتر مقایسه کنیم احتمالاً میاد زیر تقریبا 10 و حتی عدد پایین‌تر و شرکت‌های بزرگ و کوچیکی که دیگه از اون عدد ریزش باعث شده که حتی خیلی‌هاشون به عددهای جذابی برسن. تورم ماهانه رو دیدیم که همونجوری که مهمان محترم هم صحبت کرد از 6% تقریبا تیر ماه و بعدم 2.5% داخل مرداد و شهریور به عدد 7% رسیدیم که خب واقعا فکر کنم آخرین باری که 7% تجربه کردیم تقریبا مهر 1397 هست. داخل تصویرم می‌بینیم جالبه که 2 سال بعد دقیقا همون عدد رو اومدیم و تجربه کردیم و البته بررسی که نشون میده همچنان یه مقدار کالاها خودشون رو جا دارن که به دلار برسونن و احتمال فضای تورمی همچنان شاید توی 1 سال آینده برای ما باشه. بررسی بانک‌های گزارش بانک‌های جهانی و خب بیشتر پرداختن به موضوع بسته‌های حمایتیشون، رشد جی دی پی چین که خب خیلی وابستگی زیادی داره با نرخ کامودیتی‌ها و البته ایده هایی که برای سرمایه گذاری میدن برای افق‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتشون. ما داخل پرونده ویژه این هفتهمون اومدیم و صنعت روغن خوراکی رو بررسی کردیم و البته به طور خاص قب شهری که خب یکی از بزرگترین تولید کنندگان روغن خوراکی با برندهای لادن هستش. صنعت روغن خوراکی صنعتی که همچنان ارز 4200 میگیره و تا حد زیادی تحت فشار خب به حال این سیاست غلط هستش. صحبت هایی که ما داشتیم با حالا خود مدیرها و بررسی هایی که کردیم به هر حال صنعت تا حد خیلی زیادی باعث شده که یه مقدار اون فشل بودن شرکت ها مزید علت شده بر اون سیاست غلط و خب سهم از بازارهای مثلا به طور خاص همین قبشهر از دست رفته. در کنار شرکت هایی بودن
که خب اومدن خوب کار کردن، مثل حالا افق کوروش، البته شرکت های هم زیر مجموعه مثل حالا اون صنعت غذایی کوروش که با برند اویل فامیلا میاد و میهنی که اومده سهم از بازار شلف اینها رو گرفته. به هر حال صنعت غذایی، صنعت روغن خوراکی نشون میده که خب این سیاست غلطی که بوده به هر حال تا یه حد خیلی بدی این صنعت رو تحت فشار قرار داده و خود همین موضوع مزید علتی هست برای اینکه واقعا نرخ گذاری های دستوری تا چقدر میتونه واقعا زیانبار باشه برای صنعت و باعث بشه که نه سرمایه گذاری دقیق داخل صنعت انجام بشه، نه به هر حال کسی علاقه داشته باشه که بخواد بهبودی و یک نوآوری داخل اون صنعت انجام بده. بازار امروز رو بررسی کردیم، صحبت کردیم با مهمانان محترممون و البته گزارش هفتگی گروه خدمات بازار سرمایه کیان رو مشاهده کردیم. بازار امروز خیلی چنگی به دل نزد، باید منتظر باشیم و ببینیم که به هر حال روزهای آتی چه اتفاقی میفته. آیا ما همچنان دوچار یک بازاری هستیم که پنیک شده و واهمه داره از اینکه بخواد داخل بازار سهام سرمایه گذاری کنه، یا یعنی که به هر حال این پایین رفتن و پایین رفتن میخواد یه جایی به هر حال تموم بشه. امیدواریم و سهامداری کردم. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. ممنون از اینکه ما رو نگاه کردید. خدا نگهدار.